وقت شما بخیر. به قسمت 13 آموزش اسکریما کار با سلاح سر خوش اومدید. دایسنی اجاقی هستم از سازمان وینچون پرفکت ایران. در این قسمت قصد داریم که آموزش ترکیب مشت و ضربات سلاح سرد رو با هم یه کار کنیم. خوشحال میشم در این قسمت با من همراه باشید. خب اگر ویدیوهای قبلی ما رو دنبال کرده باشید، ما در جلسه قبل 16 ضربه و 16 ضربه با ضربه بک یا حالا ضربه برگشت رو کار کردیم. ابتدای این جلسه 18 حرکت رو میخوایم همین کار رو انجام بدیم، یعنی 18 حرکت با ضربه بک. خب حالا شروع. خب 18 حرکت رو در جلسه قبل یاد گرفتی، من فقط 18 حرکت با ضربه بک رو نشون میدم و رد میشم. خب در ابتدا حالت گارد خودمون رو میگیریم، شروع میکنیم. یک، دو، بک، سه، بک، چهار، بک، پنج، بک، شش، بک، هفت، هشت، نو، ده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده، شانزده، هفده و هجده. خب برمیگردیم به ادامه جلسه. ما قرار بود که ضربات 16 ضربه رو با مشت ترکیب کنیم. خب با ضربه شماره 1 شروع میکنیم. 1، برمیه سر جاش، شروع میکنیم به مشت زدن. این مشت رو دقت کنید که من همین حالت حفظ میکنم. مشت راستای ساعد با مشت باید توی راستا باشن و افقی. ما مشت رو نه به سمت بالا، نه به سمت پایین، نه به سمت چپ و راست خم نمی‌کنیم. صاف. این اون مشتی که ما تو بوکس می‌زنیم. حالا بوکس فیلیپینی، سبک بوکس فیلیپینی انجام میشه این کار. ببین شماره ضربه شماره 2، 1، برمیگه سر جاش، مشت. هر قسمت، هر دستی که میخواد ضربه بزنه، اونه که دست گاردش رو حفظ می‌کنه. این سر جاش این می‌زنه. نکته که تو این آموزش هست، استفاده از نیروی بدنه. به چه صورت؟ موقعی که ما ضربه رو میزنیم نشستمون این بود، اگر یادتون باشه. حالا میخوایم از مشت استفاده کنیم و نیروی بدن رو کمک میگیریم، یعنی نشست رو عوض میکنیم به این صورت. من میگم سر جام. حالا ضربه شماره 2، ضربه با چوب، برمیگه در حین ضربه زدن با مشت از نیروی بدن کمک میگیریم، اینو میزنیم. ضربه شماره 3، 4، 5، 6، 7، 8. ضربه شماره 9 دارم من انجام میدم به این صورت اگه یادتون باشه. خب مسلما به خاطر فرم ضربه ما از ترکیب با مشت صرف نظر میکنیم. ضربه شماره 11 12 اگه یادتون باشه به این صورت بود و به این صورت. خب این هم به همون دلیل که به خاطر فرم ضربه ما صرف نظر میکنیم. میرو سراغ ضربه شماره 13، 14، پهلو یا زیر بغل. ضربه شماره 15، پایین به این صورت بیزه رو ما ضربه میزنیم و مشت. ضربه شماره 16 و مشت. خب در آخر این آموزشم ازتون درخواست دارم که یه تمرینی هست، ضربه شماره 1 و 2 رو اگر تونستید میتی تو خونه داشتید یا کیسه بوکس داشتید کیسه بوکس، اگر نبود یه نقطه از دیوار یا مربع یا یه دایره رو در نظر بگیرید. ضربه شماره 1 و 2 رو سعی کنید نقطه 10 سانت اول چوب رو به این صورت ضربه رو تو اون نقطه وارد کنید، مشتتون هم همونجا بزنید به این صورت. و البته همه یه ضربات رو سعی کنی با یه تکرار مشخص 10 تا 15 تا هر ضربه رو انجام بدید و بعد برید سراغ تمرین بعدی. مثلا شما ضربه شماره 1 رو میزنید، چپ،
تکرار میکنید 10 تا 15 تا، بعد میرید سراغ ضربه شماره 3. این باعث میشه شما بدنتون و اون دستاتون عادت کنه اون نقطه‌ای که نیاز داره رو نیرو وارد میکنید و اصطلاحاً تو بدنتون غالب میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما کامنت بذارید واسه ما، انرژی بدید به ما که ما بتونیم ویدیوهای آموزشیمون رو هر چه سریع‌تر و در زمان کوتاه‌تری برای شما قرار بدیم. ممنون.